در یک هفته گذشته کارمندان موظف در بخش کنترل قیمت مواد خوراکی در شهرولی کابل بیشترین شکایت را از گران فروشی فروشنده ها در بازارهای ناحیه 15 دریافت کردند. گراف بلند شکایت های شهروندان در این زمینه باعث شد که کارمندان مسئول در بخش کنترل قیمت مواد خوراکی دست به کار شوند. در تو مرا نخمه است؟ کجاست؟ سر کامرون تو نخنامه او گره از کم نمبردن کدا وقت سابقه است؟ نخنامه جدید اول سلو ریزی بچودی؟ اول سلو خودتر یاری و اتر بیدیم بودی کدری گره جواسی ولی روک بیل بچود ترازی بیل خموکتی که مارکیت که نرکی تو که ندرکی؟ در جب خبره که وزد مارکیت تو بیایی بیل چه ندرکی؟ کارمندان موظف در بخش کنترل کیفیت، صحت و تاریخ اجناس در بازارهای شهر دوش همکاران ریاست کنترل مارکیت های شهرولی کابل احساس مسئولیت می کنند. امروز در شهرک خجرواش آمدیم به خاطر کنترل قیام و مواد تاریخ شده. از می اول دکانی است که ما کنترل کردیم و تعداد مواد تاریخ شده را پیدا کردیم و نرخ نوایش هم پرسان داریم. اگر کدام تخلف داشت باید مرولاق میکنیم. عدم موجودیت نرخنامه در فروشگاه ها و موجودیت اجناس تاریخ گذشته کار فروشنده ها را اینجا بیشتر زیر سوال برده است. تو بار استرگ نداری؟ والا که دما از دی ده ده خریسی پیر ده ده نه ده خودکانداری مکانو ده خود تو میده ده اصلا میده چی ده ده تو گره سمره تیر ده الحمدلله در نرخ بازار تفاوت آمده خود اینا دکاندار جز شاید از در روغن نرخ روغن ارزان شده نرخ ارزان شد بار دیگه اگه شکایت از پیش آمد یک نفر پیش ما آمد یا زنگ زد ما خو میایم مقصد دیگه روز باز بیاست نمیکنم مسئولان در ریاست کنترل مارکیت های شهرولی کابل در یک ماه رمضان با جدیت از قیمت مواد خوراکی در بازارهای شهر کنترل داشتند. این مسئله در رسانه ها زیاد بازتاب پیدا کرد. اما پس از رمضان از روند کنترل قیمت مواد خوراکی در بازارهای شهر توسط مسئولان این بخش کمتر گزارش پخش و نشر شد. این مسئله باعث شد که مردم و فروشنده ها فکر کنند که شاید این روزها از کنترل قیمت مواد خوراکی در بازارهای شهر خبر نیست. اما مسئولان در ریاست کنترل مارکیت های شهرولی کابل در این گزارش گفتند که کار آنها با جدیت روزانه جریان دارد و از قیمت مواد خوراکی در بازارهای شهر کنترل دارند. دوم روزی اون طرف ما کنترل داشتیم تا این روزه. بله. این که بر رسانه گزارش ندادیم یا رسانه همراه ما همکاری نکردن و جز علایده است. بله. اما ما روزانه کنترل داریم. اگر رسانه همراه ما باشه اگر نباشه کنترل ما در شهر کابل ادامه دارد. متاسفانه مواد تاریخ تیر شده زیاد می باشه یعنی میره برای آجی سبب خدا میده قسم شده که حالا مردم خیلی روشن شده کلی میان که سیل میکنن تاریخش تیر باشه نه برن این نمیاد تاریخش مکمل کلش کم سیز جمعش کجا خب شما چطور وقتی که خریداری میکنین از فروشگاهی که خریداری میکنین آیا موجودیت نرخنامه در او فروشگاه برتان مهم میباشه و وقتی که خریداری میکنین تاریخ اجناس که خریداری میکنین چقدر برتان مهم است؟ دائما که در دکان میرم اول در دکان میبینم نرخنامه دارن یا نه اجناسی را که خریداری میکنیم میبینیم تاریخش تیر شده نباشه یک کیلو گوشت گوساله کار شما نرخنامه دارین؟ بله دارم در وقتی که خریداری میکنیم اول با نرخنامه میبینیم و بعد از نرخنامه دارم میبینیم که تاریخ از بعد پوره شده یا نه د خیر نظم د ګډ کمیسیون د هڅو په پایله کې د پل خوشتي صفاحي ګمنام چوک فروشګاه او پنور ګڼ میشي سیمو کې خیر نظم رامنځته شوی دی. د کابل والی شیخ محمد قاسم خالد چې د کابل ښارولو د مسؤلینو او اړوندو ادارو په ملتیا یې د سیمو د نظم څارنه کوله ویل چې ښاریانو ته د تګ راتګ پر مهال د اسانتیا او رامنځته کولو په موخه د خیر نظم د ګډ کمیسیون لخوا په منظم ډول د ښار په ګڼ میشي سیمو کې خیر نظم څارل کیږي. د ښاري نظم په نوم باندې یوه منظمه کمیټې لرو چې په دې کې د ښاروالۍ د ترافیکو د استخباراتو د قمندانۍ د ولایت د مقام او د ترانسپورت د وزارت نمایندګان شتون لري. دغه ښاري نظم کمیټې هڅه کوي تر څو په ښار کې د رش مخنیوی وکړي.
همدار از دلومنی نه رئیس مولوی محمد علی ماسین د ښار په مرکزی برخه کې د ښار نظر د ټینګښت ډاډ ورکړ او ویل چې د ښاري بنظمۍ او خپل سری د مخنیوي په پاره د یو منظم پلان له مخې د ګرځنده پلورونکو فعالیتونه په مناسب ځایونو کې تنظیم شي. د پل خشتي د مسجد او د چوک ساحه او دارنګي د پښتون مارکیټ او د موبایل سنټر ساحه الحمدلله دا د دسپرشان څخه پاک شول. البته دوی د پاره موږ بدیل ځای پیدا ک په دې وروستیو کې د ښار په مرکزی سیمو کې هغه ګرځنده پلورونکي او ګرځنده کراچۍ چې د عامدارو د بندېدو او د ښاري نظم د ګډوډولو لامل ګرځېدلي وو نورو مناسبو ځایونو ته ولېږدول شول. یوه هفته کېږي چې موږ دلته راغلي یو، دغه د پل خشتي ساحه منظموو، نو دغه خلکو ته موږ بدیل ځای هم پیدا کړی دی چې دا پل یک پیسګي دغه جاده ده هلته انتقالوو تر څو دغه ساحه له دې ازدحامه او له دې مشکلاتو څخه خلاص شي، ځکه چې دلته دا د پل خشتي او تاریخي مهاجت موجود ده تر څو پرې دلته خلک په اسانۍ سره راشي، په سهولت سره راشي. پروژه کنکریدیزی کوچه های منطقه حاجی افضل در ساحه قلعه عبدالعلی واقع خط مرزی نواحی 13 و 14 40% پیشرفته کاری دارد. با اساس معلومات ریاست تنظیم برنامه ها و پروژه های شارولی کابل، کنکریدیزی کوچه های این ساحه به طول مجموعه بیش از 6 کیلومتر با عرض های 3 تا 6 متر به شدت جریان دارد و تا کنون این پروژه به ارزش بیش از 31 میلیون افغانی از بودجه شارولی کابل در حال تطبیق می باشد. قرار است تا چند ماه آینده تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد. مشکلات محیطی شهروندان ساحه از وجود گلولای و گرد و خاک برطرف خواهد شد. انجینران ریاست تنظیم برنامه ها و پروژه های شارولی کابل جهت تضمین کیفیت بهتر کار و تطبیق پروژه مطابق زمان معینه نظارت و بررسی دوامدار خواهند داشت. ترانسپورتي اسانتیاوته د ساریان د لسرسي په موخه له د داناتر دارلمان پوری د 15 متر په اوردوالي او 1.5 متر په پراخوالي د سړک جوړوري چارې چې سمو د وړاندې د کابل ښاروالي له لوري پیل شوی له هم روان دي. از قسمت قصر دارلمان شروع شوه، د طول 610 متر طرف د دانا امتداد پیدا میکنه که عرض سرک است مکمل با بایسکل را و پیاده را و گلدان های دو طرف سرک 31 متر عرض داره که دو طرف سرک ما گلدان و پیاده رو و بایسکل رو داریم. دا سرک د پولو لارو د بایسکل زغلول لیکو او گلدانونو په ګډون د سباندې 30 میلیون افغانۍ په ارزښت تر راتلونکو شپږ میاشتو پورې په بنسټیزه توګه جوړ شي. د کابل ښاروالۍ د پروګرامونو او پروژو تنظیم ریاست انجینران د دې سرک له کیفیت څخه پر وخت څارنه کوي، څو چارې په ټاکلي وخت او بشپړه کیفیت بشپړ شي. تای مراسم کار ساخت یک سرک فرعی در ساحه شهرک افغان مربوط نای 12 از سوی شارولی کابل با همکاری دفتر پروژه و سازمان ملل متحد یا نپس آغاز شد. این سرک به طول 400 متر با عرض 10 متر شامل اعمار دو طرف آبرو آن به عرض 80 سانتی متر تای مدت 3 ماه به شکل سنگ فرش ساخته می شود تا برای باشندگان محل سهولت های متعدد اجتماعی و شهری فراهم گردد که از طریق این پروژه زمینه کار برای شماری از باشندگان محل نیز فراهم گردید.
است. ساخت سرک ها به شکل سنگ فرش علاوه از مقاومت بلند در قسمت تغذیه آبهای زیرزمینی مفید و مؤثر می باشد. در همین حال باشندگان محل از آغاز کار این سرک ابراز خرسندی نموده و در تحقق برنامه ها و پلان های شارولی کابل اعلام حمایت و همکاری نمودند. ریاست سرسبزی شارولی کابل کار شاندن گلهای زینتی را در گلدانهای وسطی سرک چارایی پل محمود خان تا چارایی مطبعه آغاز کرد. مولوی عبدالوکیل متوکل رئیس سرسبزی شارولی کابل در رابطه با ایجاد زیبایی و توسعه ساحات سبز گفت که شاندن گلهای مرسل و فصلی در سطح شهر روی دست بوده که از آن مراقبت و حفاظت درست خواهد شد. کار شاندن 200 هزار بتا گل مرسل و 200 هزار گلهای فصلی در گلدانها، پارک ها و نقاط بارز سطح شهر ادامه دارد. پسلی گلانو او د مرسل گلانو آغاز نن اوس د شاروالی کابل ریاست سرسبزی لخوانه چې په سو ورځو کې به ان شاء الله اکمال سی او خاریانو ته دغه گلدان د گلونو شاهد وي. در حفاظت و نگهداری گلها شهروندان باید همکاری لازم نمایند و از کندن گلها جدا خودداری شود تا به زودی شهر کابل و یک شهر زیبا و سرسبز مبدل گردد. در گلدانهای سرک پل محمود خان تا چهارراهی مطبع بیش از 2000 بت گل مرسل و فصلی شانده خواهد شد. ریاست سرسبزی شارولی کابل برای آبیاری گلدان وسطی سرک پل سوخته الی دارلمان واقع نای ششم یک سیستم تصفیه فاضلاب را ایجاد کرد. مولوی عبدالوکیل متوکل رئیس سرسبزی شارولی کابل در رابطه گفت که این سیستم با نصب فیلتر آب و سرپمپ و پایپ دوانی مجهز شده که بعد از تصفیه فاضلاب آب به دست آمده برای آبیاری درختان این گلدان استفاده می شود. قبلا این سیستم در دیگر نقاط شهر نتیجه خوب داده است و افزود که این کار شیوه علاوه از تأمین آب این گلدان می تواند از ملوث شدن آبهای شیرین زیرزمینی جلوگیری نماید و از جانب دیگر با استفاده از فاضلاب ما می توانیم که در قسمت کاهش مصرف آبهای شیرین زیرزمینی جهت آبیاری درختان و ساحات سبز استفاده مؤثر نماییم. د آبیاری مشکلات دی غواړو دلته تصفیه‌خانه جوړ کو. د تصفیه‌خانه په وجه باندې اوبه د کانال اوبه پاکی کو او گلدان ته اوبه ورکو ترسو دا گلدان سرسبز او د دینه بعد گلونو ورته انتقال کو چې د گلونو او د سرسبزی یو خیسته گلدان وګرځيږي. یک پایه دیجیتال اسکرین تبلیغاتی از سوی شارولی کابل با همکاری مؤسسه سیکو در باغ وحش کابل نصب و توسط مولوی حبیب الرحمن منصور معین امور اجتماعی و کلتوری شارولی کابل رونمایی شد. معین امور اجتماعی و کلتوری شارولی کابل اظهار داشت که از طریق اسکرین نصب شده پیام ها و فعالیت ها برای ترویج و تعالی فرهنگ شهری و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیستی به نشر خواهد رسید. دیدی اسکرین په توسط باندې ډیر خاریان د خار په ژوند او اصول باندې پوشي د کابل د ژوبن رئیس صاحب ته هم هدایت کوم ترڅو د دغه سکرین نه سالمه استفاده وکوي، د دې ښه حفظ وکوي، د اسلامي او افغانی اصول سره مطابق پدې کې نشرات وشي. مولوی منصور توقع برد که عموم شهروندان کابل با رعایت از قوانین و مقررات شهری و محیطی در اماکن عمومی و تفریحی ارج قائل شوند.